ابلق به معنای درو در فیلم به تصویر کشیده شده. انسان‌های درویی که فیلمساز اونا رو به خوبی نشون میده، افرادی که در ملای عام انسان‌های درستکار به نظر میان و بهرام رادان این نقش رو به عهده گرفته. اون مردی به نام جلالی که بعد از ازدواج با شهلا وارد خانواده اونا شد. جلال در محله فقیرنشین یعنی زورآباد در کنار شهلا و خانواده زندگی میکنه و سعی کرده برای همه اهل محل کارآفرینی کنه. یکی براش ترشی میندازه و یکی دیگه براش گلابگیری میکنه. همه اهل محل دوستش دارن و فیلم هم به ما نشون میده که حساب کتاب اون با تک تک افراد این منطقه بسیار درسته. جلال اما نگاه هیزی به زن برادرش داره، راحله، همسر علی، که زنی زیباروه و یه بچه هم داره. راحله این نگاه ها رو میفهمه اما به روی خودش نمیاره و تنها کاری که میتونه بکنه این که از شوهرش بخواد از اون منطقه بره. شوهرش اما مخالف این درخواست غیر معقولانه است و باهاش دائما دعوا داره. راحله نمیدونه چه خاکی بر سرش بریزه و سکوتش هم موجب میشه که علی فکر کنه اون مشکلی با این قضیه نداره و ماجرا داره هی بدتر و بدتر میشه. نرگس آبیار با فیلم ابلق نگاهی به صدای اعتراض زنها در برابر متجاوزین داشته، موضوعی که میشه ریشه‌های اون رو در جنبش میتو از اون ور مرزها پیدا کرد و در سالهای اخیر در کشور اون مطرح شده که قبلا مفصل راجع به صحبت کردم و میتونید تو همین چنل ببینیدش. زنایی که زیر حجمه نگاهی هیز و مردسالارانه گیر کردن و نمیدونن که باید چطور نسبت به این نگاه و دسترازی‌ها اعتراض کنن. قهرمان فیلم ابلق زنی که در همین وانفسا گیر کرد و رای به ذهنش نمیرسه جز اینکه خودش رو به کوچه علی چپ بزنه. اما این کوچه تا کجا میخواد بره؟ تا کجا قراره پیش بره؟ ابلق برخلاف تریلرش که سرنخ یه فیلم ترسناک یا اکشن و هیجانی رو به مخاطب میده، یک درام پرفراز و نشیبه. فیلمی که با زوج بازیگر قدرتمندی که داره، یعنی هوتن شکیبا و الناز شاکردوست که قبل از این در شبی که ماه کامل شد هم خوش درخشیدن و در جشنواره امسال هم جدا از ابلق در تیتی هم پولاک به پا کردن. اتفاقا هر دوتاش هم قبلا بررسی کردیم. خلاصه داستان سیاه و غم‌انگیز رو در یک مناطق حاشیه‌ای به تصویر کشیده. این فیلم تا چند روز آینده میره رو پرده و از همین الان میگم که قرار گیشه خوبی داشته باشه، چون ترکیب بازیگراش مردم پسنده و انتظارات زیادی ازش میده. من فکر میکنم فیلم خوبی از آب در بیاد، چون میگم ترکیب بازیگراش خیلی خوبن. بهرام رادان، شکیبا، الناز شاکردوست، بمب من این سه تا کنار هم دیگه. واقعا فکر میکنم چند تا فیلم درام همچین بگی استخون شکن داریم که دونه دونه شو واقعا انتظارشو میکشم. امیدوارم شما که اهل فیلم دیدنید باشون بتونید حال کنید. آقا مثل همیشه سابسکرایب کن، زنگوله کنارشم بزن، چون میام هر روز یه فیلم خوب بهتون معرفی میکنم حتی قبل از اکران. بس یادتون نره زنگوله کنارشم بزنید که شما جز نفرات اولی باشید که آلارمشو میبینید. دم امیدین گرم، تا بعد، خدا نگهدار.